بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محصلین عزیز، ویدیو امروزی مضمون باکتریولوژی طبی ما در مورد کلستریدیوم است. البته قسمی که در درس قبلی گفته شد، در جمع باکتری های مولد سپور دو باکتری یا دو جنس باکتری های بسیار عمده که در نزد انسان ها تولید مرض میکنن شامل میشه، که یکی جنس باسیلوس بود که شامل باسیلوس انتراسس و باسیلوس سیروس بود، و دوم جنس کلستریدیوم می باشم. خب جنس کلستریدیوم هم از جمله باکتری های هستند که از لحاظ مورفولوژی یا از لحاظ ساختمان و ظاهری به شکل باسیل هستند و اینا قدرت تولید سپور دارند، اما برخلاف جنس باسیلوس اینا غیر هوازی هستند، یعنی در شرایطی که موجودیت اکسیژن وجود داشته باشه در روجه رشد کرده نمیتونن و حتی اکسیژن بر از اینا سمیست که ممکن از باعث از بین رفتن از اینا شد. از لحاظ تست انزایماتیک کتالاز اینا کتالازشان منفیستن، یعنی قدرت پارچه کردن هیدروژن پروکساید با آب و اکسیژن ندارن. در جنس کلستریدیوم چهار نوع بسیار مهمه که میتونه در نزد انسان ها تولید مرض بکنن شامل میشه. یکی کلستریدیوم بوتولینوم است که باعث بوتولیزم میشه. دوم کلستریدیوم تیتانیس که باعث تیتانوس میشه. سوم کلستریدیوم پارفرانجنس است که باعث گاز گانگرین میشه. و چهارم کلستریدیوم دیفیسیل است که باعث انتیبیوتیک اسوشیتد سلول ممبران کولایتس میشه، یا باعث اسهالات ناشی از استفاده از انتیبیوتیک میتونن که شوه. خب اولین باکتری که ما شما در موردش گپ میزنیم، یا اولین نوع کلستریدیوم که در موردش ما شما میخوایم توضیحات بدیم، کلستریدیوم بوتولینوم است. پیشتر هم گفته شد که کلستریدیوم بوتولینوم باعث بوتولیزم میشه. معمولا سپور ای باکتری در خاک موجود میباشه و وقتی که اینا باعث آلودگی مواد غذایی شوند، خصوصا غذاهایی که به شکل کنسرو میباشند، اینا را هرگاه آلوده بسازن در داخل از اونا اینا جرمنیشن میکنن، فعال میشن و رشد میکنن. و معمولا در کانسر یک روشی که به خاطر محافظه از اونا استفاده میشن هست که اکسیژن از او بوتلا را یا اکسیژن کانسر و میکشن و در جایش گاز خونسا مثل نیتروژن جا به جا میکنن. و چونی باکتری غیر هوازی است، هرگاه اینا به داخل از اینا در زمان پرکاری یا در زمانی که ظرف اگر آلوده میباشه، ما به داخل از اون مواد غذایی رو پر میکنیم و او رو نگهداری میکنیم، اینا میتونن که در شرایط عدم موجودیت اکسیژن خوبتر رشد بکنن، جرمنیت بکنن شون و تولید توکسین بکنن، که هرگاه این مواد غذایی است یعنی بعدن گرفته میشه ممکن است که باعث امو ایجاد بوتولیزم یا مرض شوه. معمولا توکسینی که اینا تولید میکنن، توکسین از اینا در مقابل حرارت حساس هستن، یعنی هرگاه اگر ما شما مواد غذایی که ولو توکسین از اینا به داخل از او تولید شده باشه، اگر ما شما اونا را حرارت بتیم، توکسین از اینا دوباره غیر فعال شده میتونه. و از طرف دیگه در مقابل اسید و در مقابل غلظت بلند نمک هم اینا حساس هستن. معمولا غذاهایی که بیشتر حساس هستن و میتونه که این ارگانیزم در اونا براحتی رشد بکنن، غذاهایی هستن که خاصیت قلوی را داشته باشن، مثل باقلی و مثل مرچ و حتی مواد غذایی دیگه مثل کنسر و گوشت هم میتونه که بسیار به اصطلاح توسط از این باکتری ها براحتی آلوده شوه و داخل از اونا رشد بکنن. خصوصا مثلا مایه های دودی میتونه که بسیار براحتی توسط از اونا آلوده شون و رشد بکنن. خب اکثر مواردی کنسرو ها در فابریکه ها تولید میشه، ولی حتی اگر ما به سطح خانه هم گپ بزنیم، بعضی موارد به خانه ها هم بعضی از کنسرو ها ساخته میشه و از این بوتلایی که از مواد غذایی دیگه یا از روب مانده به داخل از او رو پر میکنن. و در صورتی که اگر این بوتل ها آلوده با سپور از این باکتری میباشه، ممکن است که مواد غذایی که در داخل از این بوتل ها نگهداری شده از او امی باکتری من حیث مواد غذایی استفاده بکنه و دور رشد بکنه و باعث تولید توکسین در این مواد غذایی شود. خب البته خود انتقال از اینا از طریق مواد غذایی به انسان صورت میگیره، یعنی توکسینی که در مواد غذایی تولید شده توسط باکتری، ای از طریق مواد غذایی هرگاه میل میشه به انسان انتقال میکنه. خب در قسمت پاتوجنز از اینا اگر گپ بزنیم، اساساً توکسین از اینا وقتی از طریق مواد غذایی گرفته میشه،
در قسمت اما اینا جذب میشن، بعد از اینکه از اما جذب شدن از طریق دوران خون به مو سینپس های رشته های عصبی محیطی انتشار میکنن و در روج اینا منحس پروتیاز عمل میکنه، منحس یک انزایم عمل میکنه و باعث پارچه شدن امو پروتین های میشن که اونا در آزاد ساختن ویزیکل های استایلکولین نقش دارن. یعنی به صورت مختصر اگر بگویم توکسین از اینا مانع آزاد شدن استایلکولین میشه. وقتی استایلکولین آزاد نشد واضح است که هیچ است که امو عضله یا نسج به صورت استرخایی باقی میمونه و تقلص خود از دست میده. یعنی اکثرا در اینجا فلجی که به وجود میه از اثر شل شدن عضلات به وجود میه. از لحاظ ایمیونولوژیک اگر گفته شوه 8 تایپ ایمیونولوژیک توکسین از ایرا وجود داره، یعنی 8 نوع تایپ ایمیونولوژیک به این معنی که این توکسین ها باعث تنبیه انتیبادی های مختلف شده میتونن، ولی خصوصا 3 نوع از اینا که شامل A, B و E میشن اینا بیشتر نقش دارن که در این اواخر حتی نوع Fش هم اضافه شده. یعنی در اکثر موارد یا اکثر کتب اگر ما شما ببینیم میگن که 3 تایپ ایمیونولوژیک ازی که شامل A, B و E میشه بیشتر اهمیت داره و بیشتر میتونه که در ایجاد مرض نقش داشته باشه، در حالی که نوع Fش هم در این اواخر گزارشش وجود داره که اینا هم میتونه که در ایجاد مرض نقش بسیار عمده را داشته باشه. خب توکسینی که اینا تولید میکنه دارای 3 دومین میباشه. یک دومین از اینا در وصل شدن به رسپتورهای پریسینپتیک نقش داره و 2 دومین دیگه از اینا در اتصالشان به حجرات و به داخل شدنشان به حجرات نقش بسیار عمده داره. بوتوکس هم یکی از جمله مستحضرات است که در بخش طبابت از این استفاده میشه. البته این هم از توکسین تایپ ایمیونولوژیک A ساخته شده و اکثرا شما میفهمین که خود بوتوکس در قسمت زیبایی به خاطر از بین بردن چملکی روی استفاده میشه، ولی گذشته از او در طبابت به خاطر بلفروسپزم یا غیر حرکات غیر ارادی چشم که بعضی وقت چشم به شکل غیر ارادی میپره و باز بسته میشه برازی استفاده میشه. ضمناً برای ترتیکول سیاه بر شخی گردن که بعض اشخاص اگر گردنشان شخ میمونه به خاطر ازی هم استفاده شده میتونه که اینا باعث امو استرخای امو عضله میشه و دوباره عضله را به اصطلاح استرخا میتونه و میتونه که حرکت نرمال خود ایجاد بکنه. خب در قسمت پاتوجنز از اینا انتقال ای باکتری یا سپور از ای باکتری و توکسینشان ممکن از طرق مختلف صورت بگیره. یکی از طرق انتقال باکتری به نام به شکل واند بوتولیزم میشه. یعنی بعضی موارد ممکن جرحه هایی که در جلد وجود داره ممکن توسط سپور از ای باکتری آلوده شوه و وقتی سپور باکتری از قرحه ها را آلوده میکنه ممکن است که در روج هم اینا جرمنیشن بکنه و حتی بعضی موارد در همون قسمت وقت جرمنیشن کردن اینجا تولید سپور میکنه، ببخشن تولید توکسین میکنه و توکسین از اینو از طریق دوران خون به همون قسمت اتصال عصبی عضلی را پیدا میکنه و باعث شل شدن عضلات میشه. حالت دیگه از اینو از طریق اسکن پوپینگ ممکن است که انتقال بکنه سپورشان، مثلا کسایی که از تریاک یا از هیروئین استفاده میکنن بعضی موارد از استفاده از مو وسایل به اصطلاح آلوده مثل سرنج آلوده ممکن است که از طریق جلد همی سپورشان باعث ایجاد آلودگی شوند. شکل سیومی از اینا از طریق هاضمه است که ممکن بعض موارد مواد غذایی آلوده با سپور باکتری باشه و وقتی از طریق مواد غذایی میگیرن ممکن است که اینا در قسمت اما رشد بکنن و باعث تولید توکسینشان شوند و این توکسینشان از طریق دوران خون باز و من قسمت سینپس های عصبی عضلی یا عصبی محیطی به اصطلاح انتشار پیدا بکنه و باعث ایجاد همچون یک حالت شد. و حالت چهارمی از اینا به شکل انفانت بوتولیزم است که در نزد نوزادا واقع میشه و معمولا دیده شده که به تعقیب استفاده از عسل به وجود میاد. یعنی عسل میتونه که یک مواد غذایی باشه که بسیار براحتی توسط سپور از این باکتری آلوده شد و هرگاه در نزد اطفال
از عسل استفاده میشه و خاطر تغذیهشان ممکن است که در نزدشان باعث ایجاد بوتلیزم شود. ولی در هر صورت دیده شده که اکثر موارد آهسته آهسته اینا بهبود پیدا میکنند. خب در کل باز هم میکانیزم تاثیرشان اینجا گفته شده که خود توکسین ای باکتری باعث بلاک شدن آزاد شدن امو استایلکولین میشه، یعنی نمیمانه که استایلکولین که یک نیوروترانسمیتر تنبوهی است آزاد شه. وقتی اینا آزاد نمیشه واضح است که عضلات به شکل استرخایی به صورت دوامدار باقی میمونه. خب دوره تفریق از اینا معمولا حدود 18 الی 24 ساعت میباشه، یعنی وقتی توکسین از اینا داخل وجود میشه ممکن حدود 18 الی 24 ساعت بعد باعث ایجاد اعراض علائم شه، و اعراض علائمی که اینا ایجاد بکنن باعث یک فلج یا ضعیفی که به شکل دسندینگ می باشه یا به شکل به اصطلاح نزولی می باشه، یعنی اکثر این اعراض علائم از طرف بالا شروع می شه و به طرف پایین آمده میره، و ممکن اعراض علائم از اینها شامل دیپلوپیا یا دوبینگی باشه، شخص خوب فوکس کرده نمیتونه و یک جسم برش به شکل دو تا معلوم میشه، مشکل در بلع کردن بهشون پیدا میشه، مشکل در تکلم و همچنان در تنفس پیدا میشه، و همچنان ممکن است که فلج عضلات و فلج سیستم تنفسی را به وجود بیاره که حتی این حالت ممکن است که پیش مریض به اصطلاح باعث مرگ و میر شود. خب به خاطر تشخیص از اینا یکی از روش هایی که وجود داره به نام ماوس پروتکشن تست یاد میشه، یعنی میتونیم این تست از نمونه انسان و یا هم از مواد غذایی که باقی مانده ما اجرا بکنیم. در ماوس پروتکشن تست که پس آن هم توضیح میشه، در اینجا ما شما این را تست میکنیم که آیا در نمونه مریض یا در مواد غذایی توکسین وجود داره یا نداره. خب در صورتی که اگر در نمونه ما که مواد غذایی یا سیروم مریض است توکسین وجود داشته باشه و ما این را در نزد حیوان تطبیق بکنیم، اگر در وجود امو حیوان انتی توکسین از اینا وجود نداشته باشه، اینا باعث مرگ از مو حیوان لابراتوری که موش است میشه. خب تست های دیگه که شامل PCR و الایزا هست هم برای تشخیص از اینا وجود داره. خب در اینجا ما امو جدول شما میبینیم که در مورد ماوس پروتکشن تست هست براتان آوردیم. شما ببینید در اینجا ما شما 4 گروپ از موش ها انتخاب کردیم. گروپ اولی ما شما که نوشته شده untreated D، یعنی در اینجا ما شما فقط و فقط در نزد حیوان چی را تطبیق میکنیم؟ همون نمونه را تطبیق میکنیم یا توکسین را بگوییم، در صورتی که در نمونه توکسین میباشه این را تطبیق میکنیم، و در نزد از اینا ما کدام انتی توکسین تطبیق نمیکنه. بنان واضح است که وقتی انتی توکسین تطبیق نشه تنها توکسین باشه این باعث چی میشه؟ باعث مرگ از موش میشه. در حالت دومی ما چی کردیم؟ در نزد حیوان انتی توکسین هم تطبیق کردیم و ضمناً نمونه مریض هم تطبیق کردیم، یا همون نمونه که از مواد غذایی باقی مانده بود هم تطبیق کردیم. خب اینجا ببینید باز هم مرگ واقع شده. دلیلش چی است؟ دلیلش ایست که انتی توکسینی که ما در نزد حیوان تطبیق کردیم و انتی توکسین ایست، ولی توکسینی که در نمونه وجود داشته او ممکن ای نبوده، بی بوده، یا ای بوده، یا کدام نبوده. دیگه به او خاطر او باز هم او انتی توکسین نمیتونه که او رو خونسا بسازه باعث مرگ میشه. در قسمت کالم سیومی شما ببینید انتی توکسین بی که تطبیق شده در نزد حیوان بعدا نمونه ای که از مریض بوده یا از مواد غذایی بوده وقتی در نزد حیوان تطبیق شده، شما میبینید که انتی توکسین چون توکسین خونسا ساخته، وقتی توکسین خونسا شده بنابراین این حیوان تلف نشده و زنده باقی مانده. و در حیوان چهارمی یا در کالم چهارمی شما میبینین اول انتی توکسین ای زرق شده و بعدا نمونه‌ای که در نسلش زرق شده چون ای توکسین با انتی توکسین مطابقت نداشته بنابراین باعث مرگ از این حیوان شده. بنابراین در صورتی که انتی توکسین با توکسین موجود در نمونه مطابقت میکنه تنها همون گروه به حیوان باقی میمونه، دیگرا از بین میره. از این طریق ما تشخیص کرده میتونیم که آیا در نمونه مریض توکسین وجود داره نداره، و اگر وجود هم داره کدام تایپ ایمیونولوژیکش هست. خب این تصویر هم باز به شکل تکراری آمده. خب بر تداوی از اینا چی کار میکنیم؟ بر تداوی از اینا ما شما انتی توکسین هم میتونیم که در نزد مریض تطبیق بکنیم. البته یک شکل انتی توکسین از اینا به شکل تریوالنت است، یعنی دارای 3 نوع انتی توکسین است که انتی توکسین ایس، انتی توکسین بی و انتی توکسین ایس. یعنی در صورتی که هر کدام از توکسین ها وجود داشته باشه، ای باشه، بی باشه، ای باشه،
میتونه که امی انتی توکسین اونا رو چی بکنه؟ خونسا بسازه. ولی در این اواخر یک نوع انتی توکسین به شکل هپتاوالنت یا به اصطلاح یادی بگیم هفوالانسه که میتونه هفت تایپ ایمیونولوژیک همین توکسین رو خونسا بسازه که شامل انتی ای، انتی ای، انتی بی، انتی سی، انتی دی، ای و انتی اف و انتی جی هست. بنابراین هر کدام از این توکسین اگر در وجود انسان باعث ایجاد اعراض علائم شده باشه، وقتی ما این انتی توکسین رو تطبیق میکنیم، اون توکسین توسط هم انتی توکسین خودش میتونه که چی شوه؟ خونسا شوه. خب علاوه بر این که ما مریض انتی توکسین تطبیق میکنیم که تا تاثیرات توکسین از بین ببره، و چیز بسیار مهمی که چون اکثر این توکسین ها در نزد حسب ها تولید میشه، بنابراین پیش از تطبیق توکسین نیاز است که یک دفعه تست حساسیت پیش مریض شود که مریض در مقابل از اونا حساسیت نداشته باشه. خب گذشته از او باید مریض از لحاظ سیستم تنفسی و از لحاظ به اصطلاح قلبی حمایت شود، تحت مراقبت گرفته شود. خب برای وقایه از اینا چی کار میکنیم؟ برای وقایش بهتر است که در صورتی که ما شما از کنسرو استفاده میکنیم، اول مطمئن باشیم که کنسرو به اصطلاح پوندیدگی ایجاد نشده. یعنی در صورتی که کنسرو نفخ کرده باشه، تورم کرده باشه، نباید به هیچ وجه او را استفاده بکنیم، چرا ممکن است که او آلودگی میکروبی باعث تولید گازات شده باشه که تولید گازات باعث پوندیدگی در عموم کنسرو شده باشه. یک. دوم، کنسرو اگر تولید میکنیم باید به صورت درست را تحقیم کاری بکنیم، چرا اگر تحقیم کاری درست نمیشه ممکن است که خطر آلودگی و حتی خطر مسمومیت ها و ایجاد امراض بسیار خطرناک ایجاد بکنم. و از طرف دیگه وقتی مواد غذایی را استفاده میکنیم، خصوصا کنسروها را، بهتر است که قبل از استفاده از او را درست حرارت بدیم، چرا پیشتر هم گفتیم که توکسین از اینا در مقابل حرارت حساس است و هرگاه ما شما اینا رو حرارت میدیم برای چند دقیقه جوش میخوره، توکسین از اینا دیگه غیر فعال میشه و تاثیرش همیشه از بین میره. و گذشته از او وقتی مواد غذایی رو خود ما در خانه کنسرو میکنیم، بهتر است که در اون مواد محافظوی یا پرزروتیو هم علاوه بکنیم، مثلا سدیم نایتریت علاوه بکنیم یا دیگه نمکیات. خب این بود درس ما در مورد کلستریدیوم بوتولینوم. تا درس بعدی به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا حافظ همه شما.